بعد از آنکه تابلوی مصلای شهید وحدت ملی کشور استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه از سوی شماری از افراد مغرض و استفاده جو پایین شد، شماری از فعالین مدنی و فرهنگی بار دیگر تابلوی این مصلا را نصب کردند. فعالان فرهنگی و باشندگان غرب کابل روی همبستگی و ایجاد وحدت و همدلی میان مردم تاکید کردند. آنان از رهبری امارت اسلامی میخواهند تا به افراد سوء استفادهگر و فرصت طلب اجازه ایجاد تفرقه میان مردم و اهانت بر رهبران ملی کشور را ندهند. مصلای بزرگ شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه. فعالان مدنی و فرهنگی در کابل تابلوی این مکان بزرگ عبادی را دوباره نصب کردند. آن هم پس از آن که شماری از افراد تفرقه انگیز و فرصت طلب تابلوی مصلای شهید وحدت ملی را شب هنگام پایین کرده بودند. هدف از حضور جمع دوستا و مردم در اینجا ای بود که امو تابلوی سر دروازه مصلای شهید مزاری پایین شده بود، اما معلوم نبود که کی پایین کرده بود، با چه عوامل پایین شده بود، با چه انگیزه. ما امروز دوباره آمدیم. کار خیلی زیشت و قابل تقبیح است که همه انسانهای عدالت خواه، مخصوصا پیروان شهید مزاری، در نقاط مختلف دنیا و در داخل افغانستان از چنین کار رنجیده خاطر شدن. نصب دوباره تابلوی مصلای رهبر شهید از سوی فعالان جامعه مدنی و در هماهنگی با مسئولان امارت اسلامی صورت گرفته و مسئولان امارت اسلامی نیز تأکید دارند به هیچ کسی و هیچ جناح اجازه داده نخواهد شد تا در میان مردم تفرقه افغانی کنند. این در حال است که افراد سجو در ولایت بامیان نیز پیش از این تندیس شهید مزاری را تخریب کرده بودند. فعالان مدنی و باشندگان غرب کابل از طالبان می‌خواهند در حفظ و نگهداری اماکن عامه توجه کرده و به ارزش‌های ملی احترام بگذارند. ایده مغرضین و استفاده جو از شرایط دست به کار شدند، نامردانه آمدند، تابلوی مصلای شهید مزاری را پایین کردن، تندید شهید مزاری را در بامیان شکست دادن. با این حرکت امروز قلب و دل میلیون ها عاشق شهید مزاری را شاد کردین. میخواستن که از این فرصت استفاده سو کنن، یک نفاق پرتن. دیگه امروز با تجمع کثیر مردم اینجا آمدن، دوباره تابلو را به جایشان نصب کردن. گفتنیست که پروژه ساخت مصلای بزرگ شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه که قرار بود در سال جاری تکمیل گردد، اکنون در حالت تعلیق قرار دارد. انتظارها بر این است تا این پروژه در آینده نزدیک دوباره اثر گرفته شود.